بلایای ناشی از سیلاب در یک هفته مرگبار در سراسر قاره آسیا بیش از 250 کشته بر جای گذاشته است. همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم می‌بینیم. در هندوچین باران‌های سیل‌آسا در هفته گذشته بیش از 250 کشته بر جای گذاشته است و 3 نفر دیگر در پاکستان جان باختند. این زمان از سال که فصل طوفان‌های موسمی و طوفان در آسیا است، تغییرات آب و هوایی باعث تشدید چنین طوفان‌هایی شده است. علاوه بر آن، باران‌های شدید باعث رانش زمین و جاری شدن سیل شده و محصولات کشاورزی و خانه ها ویران شده و جان انسان ها را گرفته است. بر اساس گزارشی که ماه گذشته توسط اداره هواشناسی چین منتشر شد، داده ها نشان می دهد که چین روزهای بسیار گرمتر و بارندگی های شدیدتری را دارد. در هند هم به طور منظم در طول فصل باران های موسمی که بین ژوئن تا سپتامبر ادامه دارد و باران برای محصولات کشاورزی حیاتی است، اکنون سیلاب‌های شدید در این کشور جاری شده است. طوفان گایمی که هفته گذشته از غرب اقیانوس آرام عبور کرد، عامل مرگ بیش از 30 نفر در فیلیپین و 10 نفر در تایوان بود. در چین هم سیلاب‌ها 48 کشته و 35 مفقود بر جای گذشته است. وزارت منابع آب چین در این هفته اعلام کرد که چین در سال جاری 25 سیل بزرگ را به ثبت رسانده است که بیشترین میزان از زمان شروع ثبت آمار از سال 1998 می باشد. در کره شمالی باران 4100 خانه، 3000 هکتار از زمین‌های کشاورزی و بسیاری از ساختمان‌های عمومی، جاده‌ها و راه‌آهن را زیر آب برد. در پاکستان هم بارندگی بی‌سابقه در شهر لاهور باعث آب گرفتگی خیابان‌ها و کشته شدن دست کم 3 نفر گردید.